درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. اساس فتنه 1357 و بلوای تروریستی پشت سر آن از نظر گفتمانی چیزی برای عرضه به بشریت و به جامعه ایران نداشته و نداره و کل ماجرا بر اساس دروغ چرخید و همچنان بنا به رود درازی اهل 57ی هنوز بر همان پاشنه میچرخه. داستانسازی و قهرمانسازی های تقلبی آخوندپسند موجب سردرده. به قول زنده یاد احمد کسروی، بدبخت ملتی که تاریخش رو ندونه و شوربختر از آن ملتی که نخواد تاریخ کشورش رو بدونه. در همین رابطه جالب قسمتی از خاطرات کلونل آف استیون کول از اولین فرماندهان نظامی بریتانیا در ایران رو بدونیم. او نوشته آنها یعنی ایرانی ها خیلی ساده لوح و زود باورن، مهربانن و سخکوش. هر حاکمی که بخواد به آنها مستبدانه حکم فرمایی کنه راحت میتونه اونها رو با بازی با باورهاشون فریب بده و بر آنها حاکم بشه، ولی اگر حاکمی بخواد براشون دل بسوزونه و حق رو به مردم بده او رو سرنگون میکنن، مردمانیان مستحق ظلم. او در ادامه نوشته که یادم نمیره وقتی چای رو از هند به مزارع طبرستان بردیم و کشت کردیم و با شکر مخلوط کردیم و به خوردشون دادیم و وقتی سود سرشاری به دست آوردیم روحانی بزرگشون حاج ملا محمد کرمانی نزد من اومد و گفت اگر میخوای به تجارت شکر و چای در ایران ادامه بدی باید 4-1 سودت رو به من بدی. من او رو ضعیف پنداشتم و به او خندیدم و از امارت بیرون انداختم. بعد از چند ماه گزارش اومد که در ایران مردم چای نمی نوشن. باورم نمی شد. چطور ممکن بود؟ اکثر مردم به چای معتاد بودن و بعد از پاره تحقیقات فهمیدم که میرزای کرمانی چای و شکر رو نجس و نوشیدنش رو حرام اعلام کرده و مردم هم چشم و گوش بسته فقط مطیع. کلی به این ملت نفهم خندیدم و اینکه او میرزای کرمانی رو به امارت فراخوانده. به او گفته که حیف که چای رو حرام کردی، اگر راه برگشتی بود و میشد هنوز سودی از چای به دست بیاریم 4-1 تو رو پرداخت میکردیم. میرزا خندیده و گفته تو عهدنامه رو بنویس حرام و حلالش با من. و او این فتوا رو داد که اگر شکر یا همان حبه قند رو به چای برسونن و بعد در دهان بذارن نجاستش برطرف میشه و چای و شکر از حالت حرام خارج میشه. و این گونه بود که باز حرامی به حلال تبدیل شد و ما و میرزا به سودمون رسیدیم و مردم به رضایت خودشون. و در ادامه نوشته که یادم هست وقتی همین میرزای کرمانی شیاد مرد باز همان مردم عکس او رو در ماه می دیدن. نمیدونم که چگونه خلقتی هستن قوم پارس. هر کس که به اونها خوش خدمتی کنه رو دزد می خونن و هر کس که اونها رو بفریبد رو در ماه و خورشید می بینن. شاید اعراب برای تضعیف ایران اونها رو مسلمان کردن. یادم نمیره که مردم شکر یا همان حبه قند رو بین انگشتان میگرفتن و به زور اون رو به چای ته استکان میرسوندن تا پاک بشه و بعد بخورن و من فقط به اونها میخندیدم و ته بسته های شکرم مینوشتم شکر پاک میرزایی. نمیدونم که این ملاها و میرزاها در آینده چه بر سر این ملت زود باور بیارن. ای کاش رستگار بشن. جنس اصلی مثلا از کشور هلند اومده، روی برندش نگاه کنی همیشه مثلا از هلند اومده، بعد عکس یه دونه مرسدس بنز گذاشته روش داره یا ابوالفضل. در مورد فتواهای شگفت انگیز شرعی اواخر دوره قاجاریه تا کنون و دلایل ابطال اونا چی میدونید؟ خزینه ها منبع انتشار بیماری و مرگ و میر شده بودن و تنها وجه بهداشتی آنها آباهک انتهای روز بود و چوب زلزلک، لذا در حمام ها دوش جایگزین آنها شد. علما فتوا دادن که حرامه. مردم با رشوه پنهانی از خزینه استفاده می کردن و اما حکومت ناچار شد که از زور استفاده کنه تا علما کوتاه بیان. یکی از خطرناکترین موجودات روی زمین رو بهتون نشون بدم. خب شاید باورتون نشه چقدر این موجود میتونه خطرناک باشه، چقدر مخوف باشه. تعداد کشته هایی که در سال این موجود میتونه بده به مراتب بالاتر از هر موجود دیگه ای.
خب اون موجود چیزی نیست جز حالا آخو. مورد بعدی استفاده از لامپ برق حرام و غیر شرعی بود. علت به سبب امکان انجام شب نشینی های طولانی باعث می شد که مؤمنین از نماز صبح غافل بشن. البته بعدها با پول هنگفتی که حاج امین و ضرب صاحب کارخانه برق به علما داد برق حلال شد. اما کارخانه برق مشهد در سال 1911 میلادی به تحریک علما و روس‌ها توسط ملت سلحشور مشهد در آتش سوخت. مورد بعدی استفاده از کله قند حرام و غیر شرعی بود. افراطیون مذهبی شایعه ساخته بودند استخوان مردگان علف شده و کله قند روسی درست میشه. و اما علت نپرداختن وجوه شرعی توسط وارد کننده قند. پروازه‌ای که پرداخت وجوهات موجب شد تا قند حلال بشه. البته به این شرط که قبل از خوردن اون رو در چای غسل بدن. مورد بعدی استفاده از ماشین لباسشویی حرام و غیر شرعیه. علت لباس‌های نجس، لباس‌های پاک رو نجس می‌کنن. مورد بعدی در سال 1342 خورشیدی در جریان انقلاب سپید علما گفتند که رأی دادن بانوان خلاف شرعه. و مورد بعدی علما ساخت راه آهن رو در دوره ناصری خلاف شرع و حرام اعلام کرده بودند. علت ملا علی اون راه رو تسلط کفار میدونست و همچنین خوردن گوشت ماهی خاویاری حرام بود. علت انحصار گرفتن صید این ماهی ارزشمند. مورد بعدی بازی شطرنج حرامه. علت در روایتی ساختگی آمده بود که امویان شطرنج بازی می کردن. همچنین استفاده از ویدئو حرام و غیر شرعی بود. علت چون افکار پاک ملت سلحشور با دیدن فیلم های مستحجن خراب می شد و با ازدیاد آن و آمدن ماهواره و نت دیگه این حرام حلال شد. و اینکه علما مدرسه رفتن در تهران و تأسیس مدرسه مدرن به جای مکتب و رادیو و تلویزیون و تریبون به جای منبر رو خلاف شرع و خلاف احکام الهی اعلام کرده بودند. و اینکه اولین بار که دوچرخه به ایران آمد اون رو عرابه جن معرفی کردند. و اولین بار که اعلام شد مردم برای گرفتن شناسنامه به شهربانی مراجعه کنن، علمای عظام فتوا دادن که این دسیسه انگلیسه تا نام دختران و همسران شما رو بدونن. مورد بعدی اوایل خود موسیقی و بعدها دیدن ساز موقع نواختن رو حرام اعلام کردن، چون انسان رو از یاد خدا غافل میکنه. اینها هستند که اداره میکنند مملکت‌ها را، اداره می‌کنند کشورها را، و از این جهت مدیر این عالم، عالم طبیعت، یعنی در این من نجمه کوچک، در این زمین که یک ستاره کوچک است، اداره امور این زمین به دست کارگران است و دست اینهاست که اداره می‌کند و زنده می‌کند این عالم را، زنده می کند کشور را. بنابراین اینها عهده‌دار امر بزرگی هستند، احترام زیاد دارند لکن مسئولیت زیاد. زمانی که خمینی به اعدام‌های انقلابی می گفت رحمت، جیمی کارتر و غربی‌ها خفه خون گرفته بودند. و این در حالی بود که در زمان شاه تنها 4000 زندانی سیاسی در سراسر ایران بود و امروز همه آنها در رأس قدرتند. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خودشون رو خفه کردن انقدر که برای مجاهدین و دیگر تروریست‌ها روزه حقوق بشری خواندند. شما باید تبلیغ کنید آقا محرم است، این محرم را زنده نگه دارید، ما هر چی داریم از این محرم است و از این مجالس، مجالس تبلیغ ما هم از محرم است، از این قتل سید الشهدا است و شهادت اوست. بخش های کوتاه از سخنرانی های بنیانگذار استبداد آخوندی که اون ناخواسته راه سقوط حکومتی که بنا نهاد رو فاش میکنه. دستجات مبارک در عاشورا، در محرم و صفر، در مواقع محتضی به راه میفتند، تأکید کنیم که بیشتر دنبالش باشند. زنده نگه داشتن عاشورا با همون وضع سنتی خودش
از طرف روحانیون، از طرف خطبا با همون وضع سابق و از طرف توده‌های مردم با همون ترتیب سابق که دستجات معظم و منظم دستجات عزاداری به عنوان عزاداری راه می‌افتاد، باید بدانید که اگر بخواهید نهضت شما محفوظ بماند باید این سنت ها را حفظ کنید. ما در سال 1355 صاحب قطار سری و سیر توربو ترن شده بودیم. حتما براتون جالبه. فقط باید سوال کنیم که چه مرگمون بود که شورش کردیم. و این در حالیه که وقتی وقایع آن زمان رو مرور میکنیم کلن انگار ملت ما هماهنگ کرده بودن با دولتهای غربی و شرقی که ایران رو به خاک سیاه بشونیم. جز این چیز دیگه ای نیست. بیشورترین و احمقترین آدم ها هم اینجوری خودشون و نسل های بعدشون رو سیاه بخت نمی کنن. در این اجتماعاتی که در محرم و سفر می شد و در سایر اوقات مبلغین عزیز و علمای اعلام و خطبای معظم باید مسائل روز را، مسائل سیاسی را، مسائل اجتماعی را و تکلیف مردم در یک همچه زمانی که گرفتار این همه دشمن ما هستیم معین کنند، به مردم و به کشور بفهمانند که ما در بین راه هستیم و باید تا آخر راه انشاءالله بریم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.